خانم سودابه جنتی، کارشناس امور دینی از تهران با ما هستند. سلام، وقتتون بخیر. عزیزان و همه مشاهدگران و عزیزانی که برنامه ما رو تماشا می کنند، من در خدمت شما هستم و تبریک میگم خدمت شما و از شما التماس دعا دارم و اینکه انشاءالله که ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. ممنونم. در رابطه با وجه تسمیه عید قربان و سایر اسامی دیگران مانند عید اضحا، لطفاً برای ما و بینندگان عزیزمون توضیحات لازم رو ارائه بفرمایید. بله، خدمتون عرض کنم که یکی دو تا نکته در این مورد به ذهن من خطور کرد که ابتدا اینکه قربان به معنای قربانی کردن اون چیزی هست که ما به واسطه اون میخواییم به خداوند نزدیکتر بشیم، میخواییم به اجر قربت و تقرب به خداوند برسیم و بنده مقرب خداوند باشیم. حجاج ما در روز دهم ذی‌الحجه بعد از اجرای دستورات الهی و اون فرامینی که برای این مناسک در نظر گرفته شده از طرف خداوند باری تعالی، از جمله اینکه تمام حجاج ما با معرفت کامل ابتدا طواف به دور کعبه و بعد راز و نیاز با خداوند در دعای روز عرفه اونجور که از ته دل دعا میکنند در صحرای عرفات، در منا و با رمی جمرات که به عنوان نماد براءت از مشرکین و شیطان به حساب میاد، پس از اون به ذبح گوسفند باید مشغول بشن. یعنی عملی که بعد از این اعمال باید حجاج ما انجام بدن ذبح گوسفند هست و در واقع خودشون رو با این عمل بیشتر مقرب درگاه خداوند می کنن و به نظر من این کار دقیقا به تأسی از اون عبودیت و اطاعت و پیروی حضرت ابراهیم از ابراهیم علیه السلام از فرمان خداوند بود. در اون جریانی که حضرت ابراهیم فرزندش رو خواست در راه خداوند و به دستور خداوند قربانی کنه، نگفتن بهش فرزندت رو از خودت دور کن، نگفتن بده دیگری فرزندت رو بکشه، نگفتن فرزندت جلوی چشمت قربانی میشه. خداوند دستور داد ای ابراهیم خودت و با دست خودت اسماعیل رو قربانی کن و این واقعا امتحان بسیار سنگینی هست قطعا برای هر بنده‌ای که حضرت ابراهیم از عهده این امتحان به خوبی الحمدلله و به شکر خداوند که ما مسلمانان بهش افتخار میکنیم از عهدش بر اومد. و مورد بعدی که به ذهن من رسید واژه اضحا هستش. خود مظهر تضحیت به معنای قربانی کردن هستش که از باب تفعیله و بعد ما یه فعل اضحا داریم، فعل ماضی هستش به معنای به چاشتگاه رفت، یعنی صبح زود کاری رو انجام داد و این من فکر میکنم اشاره هست به این مطلب و مرتبط هست با اینکه بیانگر این هستش که زمان قربانی کردن رو هم حتی برای ما مشخص کرده در این اسم که همون صبح روز عید قربان هست و در صبح روز، در چاشتگاه، در صباح، در ابتداء روز باید این کار انجام بشه. و باز به ذهنم رسید فرمایشی از حضرت علی علیه السلام مولای متقیان، حدیثی از ایشون داریم که می‌فرمایند که قطعا همه شما و بینندگان ما شنیدن این حدیث رو، اما خالی از لطف نیست تکرار حدیث. هر روزی که درش معصیت خداوند نباشه اون روز عیده. شما تصور کنید که حجاج ما چندین و چند روز غرق در اعمال و مناسک حج هستن و معصیتی درشون نیست و پاک پاک هستن و حالا میخوان بیان و عید قربان رو برگزار کنن و لذا به همین خاطر در دهم ذی‌الحجه به خاطر عبادت هایی که حجاج ما انجام میدن و باعث تقرب و نزدیکی اونها و نزدیکی بیشترشون و پاکیشون و صفاشون و صمیمیتشون با خدا به نظر من میشه، در این عید، در این روز
خداوند این روز رو عید قربان نامیده. حالا بیایید و قربانی کنید امیالتون رو، هوسهاتون رو، هواهای نفستون رو و هر اون چی رو که بهش علاقه دارید رو بیایید و در راه خدا قربانی کنید. و حالا که مناسک حج رو تموم کردید، بیایید در روز آخر. برای شما من این روز رو عید قرار میدم و این یکی از بزرگترین اعیاد ما مسلمانان هست. در سوره صافات هم من دیدم اتفاقا از آیات 100 الی 108 دقیقا به این عید اشاره میشه، یعنی به اونجایی که حضرت ابراهیم موظف میشه و میگه من در خواب دیدم ای پسر من، ای اسماعیل، من در خواب دیدم که تو رو قربانی کردم. اسماعیل اصلا مقاومت نمیکنه، حتی نمیگه خدایا، عذرخواهی میکنم، ای پدر یا ابتا، آیا تو این خواب رو مطمئنی که دیدی؟ فقط اسلما، هر دوشون تسلیم فرمان خداوند میشن و بعد حضرت ابراهیم اسماعیل رو به خاک میاندازه و خداوند قوچی رو میفرسته، میگه ابراهیم بندگی تو، عبودیت تو، اطاعت تو، مطیع بودن تو بر ما اثبات شد و حالا این قوچ رو قربانی کن. و من به اون چیزی که میخواستم فکر میکنم، اون چیزی که میخواستم بیان کنم رسیدم. اگر فرمایش بله. دیگه ای هست من در خدمتتون هستم. بفرمایید که احیای سنت حسنه قربانی کردن چه تأثیری میتونه در رفع فقر و گرسنگی در کشورهای مختلف داشته باشه؟ ممنون میشم، خیلی کوتاه. دقیقا ببینید، با توجه به اینکه ما الان در کشورهای مختلف از قاره‌های مختلف، نمیتونم بگم در آفریقا، نمیتونم بگم در آسیا، در قاره‌های مختلف، حتی در امریکا، فقیر و مستمند زیاد داریم. امروز متاسفانه فقر و گرسنگی در دنیا وجود داره. ما میتونیم، ما مسلمانان میتونیم با احیای این سنت، با احیای این سنت حسنه قربانی کردن و دادن گوشت قربانی به مستمندان، در واقع به دور از شعار، واقعا این بحث شعار رو بذاریم کنار، این که من گوسفندی رو قربانی کنم و این رو به چهار تا همسایه‌ام بدم، نه، اینو واقعا ببرم و به فقیر و مستمند برسونم. و فکر کنم این خواسته و اراده خداوند هست و ما میتونیم عملا کمک کنیم به رهایی فقیران از گرسنگی. در ضمن چه بسا که حتی، باز این به ذهن من خطور کرد یک دفعه، که مردم غیر مسلمان با مشاهده این سنت حسنه و نیکو که بسیار هم انسان دوستانه هستش، جذب اسلام بشن. حالا اگر جذب اسلام نشن، حداقلش این هستش که حتی اون افرادی که نسبت به اسلام، نسبت به مسلمان، نسبت به شیعه، این هستش که دیدشون نسبت به اسلام حداقل این دید مثبت بشه. این کمک به مستمندان باعث آرامش اولا در درون و در روح و در روان خود ما میشه و بعد صفا و صمیمیت و برابری انسان‌ها با یکدیگر رو واقعا میرسونه. و اینکه مسلمانان همگی خواستار کمک به هم نوع هستن، کمک به دیگران هستن، کمک به فقرا هستن. ما وظیفمون این هست که مبلغ دین اسلام باشیم، مبلغ فرامین خداوند باشیم، مبلغ قرآن باشیم، اما در عمل، در اواسط عرایزم به خصوص در این سوال آخر شما از کم خدمتون، نه در شعار، ما عملا این کار رو انجام بدیم و ما فقط به این شکل هستش که میتونیم اسلام و اسلامیت رو رواج بدیم و نه فقط رواج بدیم، حتی در حد خیلی 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 کم نشون بدیم که اسلام واقعی چی هستش به تمام دنیا. ممنونم از شما، من در خدمتون هستم. ممنونم. خانم سودا به جنتی از تهران با ما همراه بودند.